Moving forward, what should we expect from نظرتان درباره مذاکرات صلح افغانستان چیست و فکر میکنین چه پیامدهایی را برای آینده کشور در بر خواهد داشت؟ نباید انتظار نتایج سری را داشت. وقتی با نوع مشکلات عمیق و ریشه‌داری که افغانستان با آن مواجه است روبرو هستید، یکی از بدترین چیزهایی که میتواند اتفاق بیفتد به وجود آمدن یک راه حل سری است. زیرا معنای این کار این است که به جای پرداختن به موضوعات حیاتی روی آنها خاک انداخته میشود. صادقانه بگویم اگر توافق میان دو طرف در آینده نزدیک اعلام شود، به احتمال زیاد با موفقیت به اجرا در نخواهد آمد، زیرا اجرای توافقنامه‌ها سخت‌ترین قسمت مذاکرات صلح است. در ضمن نباید فراموش کنیم که حکومت افغانستان و گروه طالبان دیدگاه‌های بسیار متفاوتی نسبت به بسیاری از مسائل از جمله نظام حکومتی در آن کشور دارند و در اغلب موارد دیدگاه‌هایشان با هم مغایرت دارد. طالبان روی تشکیل آنچه که آنان حکومت خالص اسلامی میدانند تاکید میکنند، در حالی که قانون اساسی افغانستان هم مبنای اسلامی دارد. تا چه حد احتمال ایجاد تغییر در قانون اساسی افغانستان وجود دارد و تاثیرش در آینده کشور چگونه خواهد بود؟ هزینه تغییر در قانون اساسی افغانستان هنگفت خواهد بود، زیرا در ابعاد مثبت آن قانون اساسی آن کشور یک سلسله حقوقی را به مردم افغانستان می‌دهد که قبل از سال 2001 میلادی یا نداشتند و یا کمتر از آن برخوردار بودند. این ترس وجود دارد که برخی از این حقوق محافظتی جز اولین اهداف طالبان برای از میان برداشتن باشد و با توجه به آنچه از دوره حکومت طالبان می‌دانیم، نمی‌توان با این ترس و نگرانی‌ها مخالف بود. طالبان از یک نظام اسلامی خالص در افغانستان سخن میگویند. دوره حکمرانی آنان نشان میدهد که یک چنین نظامی چیزی کمتر از دیکتاتوری نیست. نظامی که آنان مفهوم هر چیزی بالاتر از خواست حکومت و حوزه شخصی را به چالش خواهند کشید. تحقیقات تطبیقی نشان میدهد که وقتی دو طرف گفتگو با عقیده محکم درباره آنچه دین انجام آن را بر آنان فرض میداند وارد میز مذاکره شوند، حل منازعه بسیار دشوارتر میشود نسبت به زمانی که طرفهای دخیل منافع مختلفی دارند. اما میتوان با استفاده منابع مختلف میتوان خواسته هایشان را برآورده ساخت. پروسه تبادل زندانیان بس برانگیز شد و وقتگیر هم بود و حقوق قربانیان و چگونگی تامین عدالت انتقالی هم اکنون گفته میشه که از موضوعات بسیار مهم در این مذاکرات خواهد بود. تحلیل شما چیست؟ بخش های زیادی از پروسه تبادل زندانیان هست که نیاز به بحث بیشتر دارد. یکی از آنان این است که این طور که به نظر می رسد موضوع تبادل زندانیان در دقایق آخر به توافقنامه طالبان با آمریکا امضا شده باشد. این کار خطرناک است، زیرا به عواقب غیر قابل پیش بینی و غیر عمدی انجامید. در این توافقنامه آزادی حدود 5000 زندانی ذکر شده، اما از اینکه کدام زندانی ها آزاد شوند صحبتی نشده بود. این موضوع باعث برداشت های مختلف از این پروسه شد. آمریکا به طالبان این اجازه را داد تا هر آن برداشتی را که خودشان داشتند پیش ببرند. به معنای ساده‌تر حکومت افغانستان به نفع برداشت طالبان از این تعهد آمریکا تنها رها شد. اما اگر از مقامات آمریکایی بپرسین و شما خواهند گفت که این کار را برای ختم طولانی‌ترین جنگ این کشور و همچنان تلاش برای آوردن صلح در افغانستان انجام دادند. That of course is the hope of the people in Afghanistan. بله. این امید مردم افغانستان هم هست. اما مشکل اینجاست که اگر از نقطه نظر تاریخی با آن نگاه کنیم، توافق خروج آمریکا بود تا توافق صلح افغانستان. و این خطر وجود دارد که این موضوع به طور تهدیدآمیزی خود را در طول مذاکراتی که اکنون در جریان است نیز خود را نشان دهد. چالشی که به وجود می آید این است که چگونه می توان در شرایطی که عدم اعتماد در میان طرفهای دخیل وجود دارد به صلح دست یافت. مخمصه اساسی که در هیچ توافقی به آن پرداخته نشده این است که آنچه که طالبان درباره این که اگر آنان قدرت را به دست آورند چه کار خواهند کرد و چگونه رفتار خواهند کرد. سناریوی بدبینانه تر دیگر این است که طالبان تا خروج نیروهای آمریکایی صبر کرده و آنگاه برای به دست آوردن قدرت مطلق تلاش خواهند کرد. اما این احتمال وجود دارد که حتی از آن نیز اقدام به این کار کنند، زیرا بازیگران سیاسی مختلف در داخل افغانستان ممکن تغییر جهت بدهند، زیرا نمیخواهند طرف بازنده باشند و این یکی از دلایلی است که حکومت افغانستان بسیار با احتیاط و با دقت منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است و امیدوارند که مجبور نباشند تا قبل از انتخابات آمریکا به دادن امتیازات بزرگ به طالبان تن بدهند. پیشبینیتان برای آینده مذاکرات صلح و آینده افغانستان چیست؟ آیا نظام فعلی کشور برقرار خواهد ماند؟
فعلا به نفع طالبان نیست که کاری کنند که در راستای نقض توافقشان با آمریکا باشد، زیرا منافعشان در خروج نیروهای آمریکایی است. با درک این مطلب که احتمال تهاجم دوباره آمریکا به افغانستان اندک است. در این حال در میز مذاکره حکومت افغانستان فعلا علاقه به دادن امتیازات عمده به طالبان ندارد، زیرا آنها پیش خود محاسبه کردند که حتی اگر جو بایدن نیز برنده شود آمریکا باز هم نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهد ساخت. اما این ترس در حکومت افغانستان وجود دارد که تحت فشار خلیلزاد به خاطر رسیدن به توافق سری با طالبان، امتیاز دادن به طالبان به قیمت حقوق حیاتی افغانها و ثبات نظامی سیاسی که در قانون اساسی سال 2004 این کشور ساخته شد بیانجامد. صلح صرفاً نبود جنگ نیست، گرچه که ختم جنگ بسیار مهم است. نگرانی عمده در حال حاضر این است که ممکن توافقی در دوحه صورت بگیرد که حقوق زنان، قربانیان و اقلیت‌ها را قربانی کند و در نهایت دوباره به جنگ داخلی ختم شود.